بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام خدمت شما گرامیان، در جلسه پنجم مضمون سازمان های بین الملل دو قرار داریم. در جلسه گذشته شما نحوه رأیگیری در شورای امنیت خواندیم و گفتیم که نحوه رأیگیری در شورای امنیت مسائل کار و نحوه رأیگیری در سایر مسائل بجز از آیین کار متفاوت می باشه. نحوه رأیگیری در آیین کار گفتیم که اکثریت عددی رأی می خواهد، یعنی 9 رأی مثبت، و نحوه رأیگیری در سایر مسائل بجز از آیین کار اکثریت کیفی رأی می خواست، یعنی 9/15 رأی مثبت، مشروط برای که هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت رأی منفی نداده باشند. بس بعدی که خواندیم وظایف اختیارات شورای امنیت بود که گفتیم که وظایف اختیارات شورای امنیت مهمترین وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشه و وظیفه دیگر شورای امنیت ای است که در چارچوب اهداف و منشور سازمان ملل متحد عمل کنه. به خاطر رسیدن به حفظ صلح و یا به خاطر به دست آوردن یا به خاطر تامین صلح در سطح بین الملل به دو طریق عمل میکرد شورا و شورای امنیت، یک بر مبنای فصل 6 منشور و دوم بر مبنای فصل 7 منشور. که گفتیم بر مبنای فصل 6 منشور حل اختلافات به روش مسالمت آمیز بود و در این روش به شکل حل اختلافات به شکل داوری، میانجیگیری و یا روش های قضایی بود، ولی در روش در بر مبنای فصل 7 اتخاذ روش های اجبار کننده و یا تنبیهی شورای امنیت بود، یعنی زمانی که اقدامات فصل 7 نتیجه نمیداد، فصل 6 نتیجه نمیداد، بر مبنای فصل 7 عمل میکردن که در فصل 7 ابتدا مثلا قطع روابط سیاسی و اقتصادی اینا بود و بعد از قطع روابط اگر بازم قطع روابط هم نتیجه نمیداد مداخله نظامی به کشور مربوطه بود. بس بعدی که خواندیم شما خوانده بودیم مقامات صلاحیت دار برای اجرای اختلافات بین المللی به شورای امنیت بودند که گفتیم مقامات صلاحیت دار دولت‌های عضو سازمان ملل متحد بودند یا دولت‌های غیر عضو، یعنی هم دولت‌های عضو و هم دولت‌های غیر عضو می‌توانستند که اگر اختلاف را ارجاع بدن به شورای امنیت و دبیر کل و مجمع عمومی بودن، یعنی زمانی که این 4 نهاد یک نقص صلح در سطح بین الملل مشاهده می‌کردند می‌توانستند که توجه شورای امنیت به نقص صلح جلب کنند. بس بعدی شما عقب تو بود که گفتیم عقب تو بر مفهوم رأی منفی هر یک از اعضای دائم شورای امنیت می باشه که بر رأی منفی خود عقب تو طرفداران عقب تو رو خواندیم که گفتیم طرفداران عقب تو میگن که عقب تو یک امتیاز قانونیه که به 5 قدرت بزرگ در سطح جهان داده شده و با موجودیت یا در موجودیت عقب تو دولت ها یا قدرت های بزرگ دیگر با هم مخالفت نمی کنن. و در این جلسه انشاءالله بحث ما از مخالفین عقب تو شروع میشه. مخالفین عقب تو آیین کار در شورای امنیت میخوانیم، بعدا اصلاحات در شورای امنیت و با بحث یا مطالعه اصلاحات در شورای امنیت رکن اول سازمان ملل متحد که شورای امنیت بود تمام میشه و از رکن دوم سازمان ملل متحد که مجمع عمومی باشه انشاءالله در این جلسه شروع میکنیم و پیش میبریم. مخالفین عقب تو. مخالفین عقب تو یک سری دلایل مطرح می سازند. نخست میگن که خود پذیرفتن عقب تو یا دادن امتیاز عقب تو به 5 قدرت در سطح بین الملل این مخالف اصل تساوی حاکمیت اعضای سازمان ملل متحد می باشه. ما گفتیم که اصل تساوی حاکمیت اعضای سازمان ملل متحد در بند 1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده بود و این پذیرفتن ای عقب ای 5 قدرت ای به این مفهومه که منشور سازمان ملل متحد هم نقض شده، یعنی برخلاف اصل تساوی پیش بینی شده در منشور سازمان ملل متحد باشه. دلیل دیگری که مطرح میکنن این است که میگن با پذیرفتن عقب تو شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه اعضای دائم خود نمیتونه هیچ اقدامی انجام بده، یعنی زمانی که یک از اعضای دائم شورای امنیت
صلح در سطح بین الملل نقض کنه و یا اقدامات تجاوزکارانه ای انجام بده، شورای امنیت نمیتونه مثلا با صدور یک قطعنامه کار ای دولت عضو دائم خود محکوم کنه. و اگر در سطح قطعنامه ای صادر کنه و قطعنامه مربوطه توسط عضو دائم وتو میشه. مثلا زمانی که شوروی در سال 1956 به مجارستان حمله کرده بود، آشکارا حاکمیت مجارستان نقض کرد. زمانی که شورای امنیت خواست یک قطعنامه صادر بکنه و این کار شوروی محکوم کنه، قطعنامه مربوطه توسط شوروی وتو شد و شورای امنیت نتونست اقدام مؤثر علیه دولت یا علیه کار دولت شوروی انجام بده. بیا زمانی که شوروی در سال مثلا 1979 به افغانستان حمله کرد، حاکمیت افغانستان نقض کرد، بازم شورای امنیت خواست که یک مداخله کنه و مثلا این کار شوروی محکوم کنه و قطعنامه صادر بکنه. بازم قطعنامه مربوطه مورد توسط شوروی وتو شد. یعنی مخالفین عقب وتو میگن که وقتی که ما این امتیاز رو بپذیریم، دیگه کلا علیه اعضای دائم شورای امنیت هیچ کاری انجام داده نمیتونه. و دلیل دیگری که مطرح میسازن مخالفین عقب وتو اینه که چون که منافع پنج قدرت بزرگ در تعارض یا تضاد منافع بین پنج قدرت وجود داره، به خاطر تضاد منافعی که وجود داره تصمیم گیری در شورای امنیت فلج شده و یا با رکود مواجه میسازه. قبلا خدمت شما گفتم که اعضای دائم زیاد از عقب وتو استفاده میکنن و چون زیاد از عقب وتو استفاده میکنن، این باعث شده که تصمیم گیری ها و یا اقدامات در شورای امنیت با رکود مواجه بشه یا فلج شه. گفتیم که بیشترین استفاده از عقب وتو شوروی میکنه و این استفاده از عقب وتو هم که استفاده میکنن به خاطر تضاد منافعی که بینشان است صورت میگیره. عنوان بعدی شما یا بحث بعدی آیین کار شورای امنیت می باشه. آیین کار موقت شورای امنیت نوعی تشکیل جلسات، دستور کار، ریاست شورا و سایر مسائل مربوطه را تنظیم می کنه. ابتدا جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو نوع جلسه داره که جلسات ادواری و جلسات غیر ادواری می باشه. جلسات ادواری شورا سال دو بار تشکیل میشه و در مواقعی تشکیل میشه که خود شورا تعیین کنه، خود شورای امنیت تعیین کنه در اون مواقع تشکیل میخواد شد. و جلسات غیر ادواری شورا هر زمانی که نیاز باشه تشکیل میشه. البته گفته که باید فاصله بین جلسات حداقل، یعنی نباید بیشتر از 14 روز بشه، اما در عمل این قاعده پیش بینی شده نقض شده. مثلا در سال 1959 شورای امنیت فقط در طول سال فقط 9 بار تشکیل جلسه داده بود که در عمل قاعده 14 روزه نقض نموده بود. جلسات شورا به درخواست چه کسانی تشکیل میشه؟ جلسات شورای امنیت به درخواست یا پیشنهاد اعضای شورای امنیت میتونه که تشکیل بشه و یا به توصیه مجمع عمومی تشکیل میتونه بشه و یا هم به توصیه و یا درخواست دبیر کل تشکیل میشه. البته به دعوت رئیس شورای امنیت تشکیل خواهد شد. و چنانچه یک وضعیت و یک اختلاف موجود باشه که منشور سازمان ملل متحد توجه شورا معطوف کرده باشه با آن اختلاف، رئیس شورا هم میتونه که به از دعوت کنه از اعضا و تشکیل جلسه بده. دستور کار شورای امنیت. دستور کار موقت شورای امنیت یا دستور کار موقت برای هر جلسه شورای امنیت توسط دبیر کل سازمان ملل متحد تنظیم میشه و به تصویب رئیس شورای امنیت سازمان ملل میرسه. یعنی وظیفه دبیر کل شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل متحد است که توجه اعضای یا نمایندگان شورای امنیت به هر مطلب یا مسئله ای که قابل بررسی توسط شورای امنیت هست جلب کنه. و بعدا دستور کار موقت برای هر جلسه و یا اجندای هر جلسه باید حداقل 3 روز قبل از
جلسه قبل از تشکیل جلسه توسط دبیر کل به نمایندگان شورای امنیت ابلاغ بشه. یعنی سه روز قبل از تشکیل جلسه باید به نمایندگان به اطلاع اینا برسه، ولی در صورتی که در شرایط اضطرار قرار دارن، در شرایط اضطرار میتونه که همزمان با اطلاعیه جلسه دستور کارم به ابلاغ نمایندگان شورای امنیت برسه. و اولین کاری که در شروع هر جلسه صورت میگیره تصویب دستور کار شورای امنیت یا تصویب آجندای شورای امنیت میباشه، جلسه میباشه. و در صورتی که هر بندی از دستور کار شورای امنیت مورد رسیدگی قرار نگیره، در جلسه بعدی شورای امنیت نخست مورد بررسی قرار میگیره، یعنی خود به خود به جلسه بعدی ارجاع داده میشه. بحث دیگر ریاست شورای امنیت میباشه. ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد به ترتیب نوبت و بر اساس حروف و الفبای انگلیسی کشورهای عضو سازمان ملل متحد میباشه، شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشه. ولی در زمانی که رئیس شورای امنیت در عین رسیدگی به قضیه باشه که او قضیه مرتبط با کشوری است که خود رئیس شورا نماینده او کشور هست، به خاطر تامین عدالت نیاز است که ریاست شورا به ترتیب نوبت به نماینده کشور بعدی داده بشه. یعنی به خاطر که عدالت تامین بشه، درست حتی در وقتی که موعد ریاست رئیس مربوطه هم تکمیل نشده، بازم به خاطر تامین امنیت عدالت نیازه که به نماینده کشور بعدی معول بشه ریاست شورا. اداره امور شورا. اداره امور شورا توسط رئیس شورا صورت میگیره، یعنی رئیس شورایی که مثلا از دولت ها دعوت میکنه که به ترتیب نوبت ابراز نظر بکنن و یا نظریات خود مطرح کنن و یا صحبت کنن. و هر عضو سازمان ملل متحد که در جلسات و یا در مباحثات شورای امنیت دعوت میشه، میتونه که طرح و یا پیشنویس یک قطعنامه پیشنهاد بکنه. به پیشنویس یک قطعنامه یا طرح یک قطعنامه پیشنهاد شده توسط عضو دعوت شده، به درخواست یکی از نمایندگان شورای امنیت که به رأی گذاشته میشه. یعنی اگر یکی از نمایندگان شورای امنیت درخواست بده، پیشنویس یا قطعنامه به رأی گذاشته میشه، اما اگر پیشنهاد نده به رأی گذاشته نمیشه پیشنویس قطعنامه. بس بعدی آشکار بودن جلسات شورا میباشه. جلسات شورای امنیت علنی و یا آشکار است مگر اینکه یک قسم دیگر تصمیم گرفته بشه. ولی توصیه هایی که مجمع عمومی به خاطر تعیین دبیر کل انجام میده به شورای امنیت، این توصیه ها در جلسات غیر علنی صورت میگیره. جلسات علنی شورا باید بعد از اینکه جلسه ختم میشه به زبان های رسمی منتشر بشه. ولی در خصوص جلسات غیر علنی دبیر کل یک اعلامیه خبری بعد از ختم جلسه صادر میکنه. و دبیر کل سازمان ملل متحد موظفه که سال یک مرتبه یک فهرستی از اسنادی که یا از پرونده هایی که محرم یا محرمانه تلقی می شده به شورای امنیت تقدیم بکنه، و شورای امنیت بعدا تصمیم می گیره که کدام یک از این اسناد به دسترس تمام اعضای سازمان ملل متحد قرار بگیره و کدام یک از این اسناد به شکل محرمانه باقی بمانه. اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل متحد. چه اصلاحاتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته و چه اصلاحاتی هم نیاز بوده که صورت بگیره و صورت نگرفته؟ از زمان تأسیس سازمان ملل متحد، موضوع توزیع عادلانه کرسی‌های سازمان ملل متحد یا کرسی‌های شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی بوده. و از زمان آغاز اکثریت دولت ها با عضویت دائم و حق ویتویی که برای 5 قدرت بزرگ داده شده بود، مثلا برای حق ویتویی که برای آمریکا و انگلستان و فرانسه و چین و شوروی داده شده بود، مخالفت میکردن و میگفتن که این برخلاف اصل تساوی حاکمیت دولت ها میباشه.
ولی نخستین پیشنهاد رسمی یا نخستین اقدام رسمی که صورت گرفت به خاطر افزایش اعضای شورای امنیت در سال 1956 بود توسط 18 کشور آمریکای لاتین که ای در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفت و از طرفی چون اعضای سازمان ملل متحد افزایش پیدا کرده بودند و زیاد شده بودند نیاز بود که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز زیاد بشن و همین پیشنهادها و همین تلاشها و اقداماتی که صورت گرفت باعث شد که یک مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه تصویب بکنه و این قطعنامه در سال 1963 تصویب شد و در سال 1965 لازم الاجرا شد که بر مبنای این قطعنامه که مجمع عمومی تصویب کرده بود اعضای غیر دائم شورای امنیت افزایش پیدا کردن و زیاد شدن، یعنی از 6 عضو به 10 عضو افزایش یافت ولی اعضای دائم شورای امنیت هیچ تغییر نکرد. صرف بر مبنای این قطعنامه اعضای غیر دائم شورای امنیت افزایش پیدا کردن. و تلاش دیگری که به خاطر اصلاحات در ساختار شورای امنیت صورت گرفت تلاشی بود که مجمع عمومی در سال 1993 انجام داد به یک گروه کاری در 1993 مجمع عمومی تعیین کرد و این گروه کاری به خاطر حضور منصفانه در شورای امنیت و همچنان افزایش اعضای شورای امنیت کار میکردن یا انتخاب شده بودن و این گروه میخواستن که در ساختار شورای امنیت تجدید به وجود بیارن و در ساختار شورای امنیت یک سری تغییرات ایجاد کنن و این گروه به مدت 10 سال یا یک دهه فعالیت کردن ولی باز هم نتونستن به هیچ توافقی در خصوص افزایش اعضای غیر دائم شورای امنیت اعضای دائم شورای امنیت برسن و بر علاوه ای که به توافق دست پیدا نکردن اختلافات نظرهای زیادی هم بین اینا به وجود آمد و اختلافات همچنان باقی ماند، یعنی این گروه هم نتونستن موفق باشن. بعد تلاش دیگری که به خاطر اصلاح در ساختار شورای امنیت صورت گرفت تلاش بود که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد یا مو دبیر کل وقت سازمان ملل متحد انجام داده بود. آقای کوفی انان نیز یک هیئت بلند رتبه که متشکل از 16 نفر بودند تعیین کرد و این هیئت و یا گروه کاری در سال 2003 شروع به فعالیت کردند و بعدا در این 16 نفر در سال 2004 یک گزارش تقدیم به آقای کوفی انان نمودند و گزارش که این هیئت نوشته بود کوفی انان بر مبنای گزارش از نو با تکیه بر گزارش ای ایت یک گزارشی در سال 2005 نشر کرد و در این گزارش که منتشر ساخته بود دو مدل مطرح ساخته بود. به خاطر این دو مدل به خاطر اصلاح ساختار شورای امنیت بود و یک مدل الف و مدل ب که مشرح می‌خوانیم. اگرچه ای پیشنهادی کرده بود این دو مدلی که پیشنهاد کرد صرف در حد پیشنهاد باقی ماند و مورد تایید دولت‌ها قرار نگرفت. در مدل الفی که آقای کوفی انان پیشنهاد نموده بود آقای کوفی انان گفته بود که باید 6 کرسی دائم جدید ایجاد بشه، البته این 6 کرسی دائم عقبیتو نداشته باشن مانند 5 کرسی دائمی که موجود است. 6 کرسی دائم بدون عقبیتو پیشنهاد کرده بود و همچنان 3 کرسی غیر دائم پیشنهاد ساخته بود، پیشنهاد داده بود، یعنی اعضای شورای امنیت از 15 عضو به 24 عضو افزایش پیدا میکردن و این کرسی ها بین اوضاعهای منطقه های بزرگ جغرافیایی تقسیم میشد. و مدل بی که آقای کوفی انان مطرح ساخته بود این بود که اعضای بر مبنای مدل ب اعضای شورای امنیت از 15 عضو باز هم به 24 عضو افزایش پیدا میکرد اما در این مدل هیچ کرسی دائم جدیدی پیشنهاد نشده بود. در مدل الف گفتیم که گفتیم که 6 کرسی دائم پیشنهاد کرده بود اما عقبیتو نداشتن، اما در مدل ب هیچ کرسی دائم جدیدی پیش بینی نشده بود، صرف یک گروه کاری جدیدی که متشکل یا مشتمل بر 8 کرسی بود پیشنهاد کرده بود که این 8 کرسی
تجدید ناشدنی بودن. به چی مفهوم تجدید ناشدنی؟ به این مفهوم که یعنی اگر هر زمانی که رای گیری صورت می گرفت، پس دوباره همین کشور میتونستن عضویت را کسب کنن. ونیا برای مدت 4 سال هم پیشنهاد کرده بود ایش کرسی، یعنی هر 4 سال یک مرتبه که رای گیری صورت می گیریم، پس همین اش دولت میتونستن که عضویت شورای امنیت را کسب کنن. این پیشنهاد کرده بود، شبیه اعضای نیمه دائمی بود که ما قبلا در جامعه ملل خواندیم، و همچنان یک کرسی جدید غیر دائم دیگر نیز مطرح ساخته بود که این کرسی هم کرسی غیر دائم هم بازم تجدید نشدنی بود برای مدت 2 سال. اگرچه گفتیم که این مدلایی که آقای کوفی انان مطرح ساخته بود صرف در عد پیشنهاد باقی ماند و هیچ وقت مورد تایید دولت ها قرار نگرفت.